پیش از مهاجرت آریایی ها به فلات ایران، یکی از اسرارآمیزترین تمدن های تاریخ در جوار رشته کوههای زاگرس شکل گرفته بود که بیش از 2000 سال دوام داشت. این دومین بخش از مستند تاریخی نابودی تمدن ایلام است. با ما همراه باشید. هنگامی که آشوربانیپال در همسایگی ایلام بر تخت پادشاهی آشور نشست و سرگرم سرکوب شورش‌ها در مصر بود، آرتاگو پادشاه ایلام در یک هجوم غافلگیر کننده به میان رودان حمله کرد و آشوربانیپال را به بزرگترین دشمن خود تبدیل کرد. پس از مرگ آرتاگو، تئومن به پادشاهی ایلام رسید و با برادر آشوربانیپال که حاکم بابل بود بر ضد حکومت آشور متحد شد. آشوربانیپال که حالا به دشمن شماره 1 ایلام تبدیل شده بود، با زیرکی تمام نقشه نابودی این حکومت را طراحی می کرد. او که از قدرت نظامی سپاه ایلام هراس داشت، به جای درگیری مستقیم با ایلامی ها تصمیم گرفت آنها را دچار اختلافات داخلی کرده و ضعیف کند. این توطئه های پی در پی بالاخره در سال 651 پیش از میلاد به ثمر نشست و تاماریتو برادر تئومن پادشاه ایلام او را کشته و خود بر تخت پادشاهی نشست. اما اختلافات داخلی و تفرقه در دربار ایلام ادامه داشت و چندی بعد تاماریتو نیز گرفتار توطئه یکی از دست نشانده هایش به نام ایندابوغاش گردید. در یک درگیری داخلی در ایلام، تاماریتو شکست خورد و به خلیج فارس فرار کرد و مدتی بعد در آنجا توسط آشوری‌ها به اسارت درآمد و در نینوا زندانی شد. اما آشوربانیپال در ابتدا با تاماریتو با مهربانی رفتار کرد، چرا که او را برای اجرای نقشه‌ای که برای نابودی ایلام کشیده بود نیاز داشت. آشوربانیپال قبل از حمله به ایلام به بابل لشکرکشی کرد و در آنجا کشتار و غارت فجیعی به راه انداخت. بعد از تصرف بابل، آشوربانیپال تصمیم گرفت که از شر دشمن موروثی و خطرناک خود، حکومت ایلام نیز خلاص شود. در این هنگام اوضاع داخلی ایلام طوری بود که هر آن پادشاه آشور می توانست از اختلافات داخلی استفاده کند. از طرف دیگر، ایندابوغاش که برای کمک کردن به بابل اقدامی نکرده بود، پس از سقوط این شهر، سفرایی نزد پادشاه آشور فرستاد، اما او آنها را خوب نپذیرفت و استرداد کلدانی‌هایی را که در زمان طغیان بابل به آن کمک نموده و بعد به ایلام فرار کرده بودند، درخواست کرد. آشوربانیپال ضمناً تهدید کرد که اگر پادشاه ایلام این خواسته را انجام ندهد، شهرهای ایلام را خراب نموده و مردم را به اسارت خواهد برد. اما دربار ایلام که مدت‌ها درگیر اختلافات داخلی بود، در حالی که خطر حمله آشوربانیپال هنوز به قوت خود باقی بود، دوباره دچار یک توطئه جدید شد. گروهی از نجیب زادگان ایلامی ایندابوغاش را کشته و خونبان کالداش را به جای او بر تخت نشاندند و پادشاه آشور نیز از این موقعیت استفاده کرده و تاماریتو را به ایلام آورد و بر تخت پادشاهی نشاند. اما تاماریتو همین که به تخت پادشاهی نشست، کارزاری را بر ضد آشوری ها ترتیب داد. این توطئه تاماریتو قبل از اجرای آن افشا شد و بر اثر آن تاماریتو دوباره به اسارت آشوربانیپال در آمده و زندانی شد. آشوریان پس از این اتفاق مملکت ایلام را غارت کرده و با غنایم زیاد به نینوا بازگشتند. از جریان بقایع آن زمان پیداست که نفاق داخلی برای ایلام رمقی باقی نگذاشته بود. اما در سال 645 پیش از میلاد، پادشاه آشور که از نتایج جنگ‌های قبلی ناراضی به نظر می‌رسید، باز در پی بهانه‌ای برای جنگ با ایلام برآمد و با این مقصود تاماریتو را به ایلام فرستاده و از خونبان کالداش استرداد کلدانیان شورشی و تندیس نانای را مطالبه کرد. پادشاه ایلام دید قبول کردن این تکالیف با مرگ او مساوی است و
بنابر این تصمیم گرفت که مقاومت کند، اما آشوریان قشون قوی خود را به طرف ایلام حرکت داده و وارد شوش شدند. آشوریان آنچه توانستند کردند. خزانه پادشاهان ایلامی که از غنایم جنگی سابق آنها با سومر و آکد پر بود به دست آشوریان افتاد و همچنین طلا و نقره‌ای که بابل در موقع اتحاد به ایلام داده بود با مجسمه ها و اشیاء نفیس معابد ایلامی و آنچه در خانه ها از ثروت و اشیاء قدیمی بود به نینوا منتقل گردید. آشوریان به کشتار و غارت اکتفا نکرده و استخوان‌های پادشاهان و اشخاص نامی ایلام را بیرون آورده و به نینوا فرستادند و 34 مجسمه پادشاهان ایلام که از طلا، نقره و مرمر ساخته شده بود جزو غنایم آشوری‌ها گردید. مجسمه نانای که از سال 1635 پیش از میلاد در ایلام بود به دست پادشاه آشور افتاد و برای شهر ارخ پس فرستاده شد. آشوریان پس از کشتار و غارت شهرها اسرای بیشماری را چه از شوش و چه از شهرهایی که تسلیم شده بودند به آشور بردند. خونبان کالداش آخرین پادشاه ایلام که فرار کرده بود بعد از چندی به دست آشوریان افتاد. آشوربانیپال او و تاماریتو را که هر دو پادشاه سابق ایلام بودند به عرابه خود بست و عرابه را تا معبد آشور کشیدند. آشوربانیپال در مورد شکست ایلام چنین میگوید: 14 شهر را به اضافه قصبه‌های بیشمارشان در 12 بخش ایلام فتح کردم. من زیگورات شوش را که از آجرهای با سنگ لاجورد لعاب درست شده بود شکستم. معابد ایلام را با خاک یکسان کردم. شوش را تبدیل به یک ویرانه کردم. ندای انسانی و بانگ شادی به دست من از آنجا رخت بربست. به این ترتیب تمدن قدرتمند و کهن ایلام با سابقه بیش از 2000 سال بر اثر تفرقه و اختلافات داخلی و هجوم آشوری ها برای همیشه به تاریخ پیوست و پس از این اتفاق هرگز نتوانست شکوه و قدرت سابق خود را بازیابی کند. همراهان گرامی، از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. اگر به محتواهای تاریخی علاقمندید لطفاً کانال مثبت وب را سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما اعلانها را فعال نمایید.